جامعه زرتشتیان هند که به اسم پارسی شناخته می شوند برای بقای آیینشان تلاش می کنند. سازمان ملل نگران کم شدن جمعیت آنهاست. تعدادشان به شدت در حال کم شدنه. چشمانداز اینه که این جامعه در آینده نه چندان دور ناپدید خواهد شد. نیاکان این زرتشتی ها بیش از 1000 سال پیش از بیم آزار و اذیت ایران را به مقصد هند ترک کردند. و وقتی به هند رسیدند عهد بستند که کسی را به آیین زرتشتی دعوت نکنند. این باعث شد که در طول 100 سال جمعیت زرتشتی ها رشد نکند و جامعه پارسی ها هم رو به انقراض برود. در 80 سال اخیر جمعیت آنها از 120,000 نفر به نصف رسیده. حالا پارسی ها برای نجات آیین باستانیشان چه کار خواهند کرد؟ بعضی ها معتقدند که تشویق جوانان به ازدواج میانگروهی مؤثر خواهد بود، ولی کسی باید پیش قدم باشد و اینجاست که زرین وارد عمل می شود. من تا حالا 85 زوج رو به هم رسوندم. با توجه به کوچک بودن جامعه ما به نظرم این عدد قابل قبولیه. او 10 سال گذشته را بدون هیچ چشم داشتی صرف به هم رساندن مجردهای پارسی کرده، به این امید که آنها بچه دار شوند. من همه تلاشم را میکنم که زوج مناسبی از جامعه خودمون پیدا کنم تا از آیینم محافظت کنم. در 8 سال گذشته دولت هند صندوق جیو پارسی را تأسیس کرده که هزینه باروری و زایمان زنان پارسی را تأمین می کند تا بیشتر بچه دار شوند. ما نمی تونستیم بچه دار شیم. رفتیم بیمارستان برای معالجه. بعد از صندوق جیو پارسی شنیدیم و اونا به ما کمک کردن. پس از 2 سال معالجه یه پسر کاکلزری از راه رسید. 2 سال تک تریتمنت گیا. کاریشمای 20 سال فکر می‌کند که برداشتن محدودیت‌ها به بقای این آیین کمک می‌کند. علت کم شدن جمعیت پارسی‌ها محدودیت‌هایی که در مورد زنان اعمال میشه. میگن اگه دختر پارسی با مرد غیر پارسی ازدواج کنه، بچه‌ش نمیتونه مثل یک پارسی بزرگ بشه. ولی برای بعضی‌ها برداشتن محدودیت‌های ازدواج خارج جامعه پارسی می‌تواند به دور شدن از آیین زرتشتی بیانجامد. اگر ما با افراد بیرون از جامعه خودمان ازدواج کرده بودیم، حالا این یگانگی ناپدید شده بود. با وجود همه اختلاف نظرها، تمامی زرتشتیان هند بر زنده نگه داشتن این دین هم نظرند. نسل جدید زرنگ و باهوشند. راهی برای این مشکل پیدا میکنند. نسل بشر سرسخته و پارسی ها از همه سرسخت‌تر. پس ما زنده میمانیم و کامیاب میشویم.